سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسین، سلام به هشتگ سوژه خوش اومدید. با 71مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه از سرزمین عشق کربلای معلا، استدیو بین الحرمین در جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام در خدمت شما بینندگان حسینی هستیم. نماز روزهاتون قبول حق باشه، انشاءالله به زودی و خیلی زیاد مشرف بشید کربلا. دیگه حوصله هیچ کاری رو ندارم. نمیدونم چرا حتی حال دوش گرفتنم ندارم. ول کن، حوصله ندارم. آقا بی خیال ما شو. یه بار دیگه تکرار کنی خودکشی میکنم. آقا من اصلا حال خودم هم ندارم، چه برسه به این حرفا. بیرون رفتن چیه؟ تفریح چیه؟ بیننده های محترم، این اصطلاحات و این واژه ها و این عبارات، عباراتیه که شاید این روزه کمتر کسی باشه که در اطراف خودش این اصطلاحات و این عبارات رو نشنوه. افسردگی و افسرده بودن متاسفانه یکی از شایع ترین بیماری های روانی روز دنیا هست. در کشورهای مختلف باهاش دست و پنجه نرم میکنن و این عبارات و کلماتی که عرض کردم شاید شنیده باشید تا کنون در بین اطرافیانتون، دوستانتون، خانوادتون یا اینکه خودتون مبتلا شده باشید بهش و دست و پنجه باهاش نرم میکنید. بیماری افسردگی که امروز محققین از افسردگی به سونامی تعبیر میکنن و در 71مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه طبق پیشنهادهای فراوان شما بیننده های محترم که سوژه پیشنهاد کرده بودید، موضوع پیشنهاد کرده بودید، بسیار زیاد درخواست کرده بودید که در مورد افسردگی صحبت کنیم. در این قسمت از برنامه از شما میپرسیم که بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چیست؟ با ما همراه باشید. من مسعود بهنام هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو به شما میده که با برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد موضوع این قسمت از برنامه و سوالی که مطرح کردم بیان کنید. شماره برنامه رو روی تلویزیون میبینید، 20964-770-309-6135. از طریق تلفن و واتساپ میتونید تماس بگیرید. اگر بیننده ای امکان تماس گرفتن نداشته باشه میتونه شمارش رو از طریق واتساپ یا دایرکت اینستاگرام برای برنامه ارسال کنه، دوستان باهاش تماس میگیرن. و بیننده های محترمی که از کشور ایران هستن میتونن از طریق سامانه پیام کوتاه با ما در ارتباط باشن. شماره 5011 40 70 @سوژه هم شناسه ما در اینستاگرام هست. بله بیننده های محترم، متاسفانه افسردگی یکی از اختلالات روانی هست که به شدت موجب تشدید شدن شده، موجب کاهش فعالیت های انسان میشه و این بیماری بسیار فراگیر شده امروزه در دنیا و انگیزه انجام خیلی از کارها رو از انسان میگیره. افسردگی شایع ترین بیماری روحی روانی در سطح جهان هست که در آمار هم اومده. بله، طبق آخرین بررسی های انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، آمار مبتلایان به این بیماری از سال 1990 تا سال 2013 حدود 50% افزایش داشته. واقعاً اینی که تعبیر شده از این بیماری به سونامی به حق
تعبیر شده 50% افزایش یافته و تعداد کسانی که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند طی این سالها از 416 میلیون نفر به 615 میلیون نفر در سراسر جهان رسیده است. الان 615 میلیون نفر مبتلا به افسردگی هستند در کشورهای مختلف. 10% از مردم جهان به این بیماری دچار هستند. یعنی از هر 5 نفر 1 نفر مبتلا به افسردگی هست و این فاجعه و معضل بسیار بسیار خطرناکیه. افسردگی میتواند بر تمامی افراد در رده‌های سنی مختلف اثر بگذارد و در بیشتر کشورهای دنیا این بیماری شیوع فراوانی دارد. انرژی روانی شخص افسرده کاهش محسوسی پیدا می کند و تمرکز حواس وی نیز افت زیادی می کند. انگیزه ای به استفاده از مهارت‌های مختلف زندگی که قبلاً کسب کرده نشان نمی‌دهد. چنین فردی گاهی پرخاشگر و گاهی ناامید است. احساس گناه در او بسیار قوی است. بازتاب اجتماعی افسردگی این است که فرد افسرده نه تنها خود از پیگیری اهدافش در زندگی باز می‌ماند، بلکه باعث کاهش بازدهی در فعالیت‌های اجتماعی و تولیدی می‌شود. این اختلال در قالب مجموعه‌ای از علائم و نشانه‌ها ظاهر می شود و این نکته بسیار مهمیه. در پیام هایی هم که برای ما ارسال شده برخی اشاره کردن. افسردگی این نیست که یکی از این نشانه ها رو اگر کسی در خودش دید سریع ناامید بشه و بگه من افسرده شدم، یا اطرافیانش شما حق ندارید کسی که یکی از این نشانه ها رو داشته باشه بهش برچسب افسردگی بزنید. افسردگی یک اختلال روانی هست که یک مجموعه نشانه ها و علائمی هست. یک پکیجی از این علائم وقتی در شخص باشه این شخص رو میشه افسرده بنامیم. بله، اینطور نیست که با دیدن یک نشانه حکم به افسردگی شخص بشه، که بر اساس کمیت و کیفیت و مدت و شدت باید جایگاه این بیماری رو تشخیص بدیم. این بسیار بسیار نکته حائز اهمیتیه. درسته که 615 میلیون نفر الان مبتلا به این اختلال روانی هستند و افسرده هستند. درسته که از هر 5 نفر 1 نفر مبتلا به افسردگیه، ولی هر کسی هر مشکل روحی که پیدا کرد نمیشه بگه که آقا من دیگه افسرده شدم و خلاصه تیغو بیارید میخوام خودکشی کنم. و متاسفانه خودکشی هم یکی از مشکلات بسیار فراوانی هست که در افسردگی های حاد اشخاص دست به خودکشی میزنن. بله، آماری هم بود در مورد خودکشی. بله، نوشتن که اکنون در دنیا دومین علت خودکشی به دلیل وجود افسردگی در فرد است. دومین علل خودکشی در دنیا الان افسردگیه. بر اساس آمارها بیشترین درصد مبتلایان در رده سنی 15 الی 29 سالگی هستند. این یک فاجعه هست. در رده سنی 15 تا 29 سالگی در عنفوان جوانی که انسان باید لذت ببره از زندگی خودش، از جوانی خودش، مبتلا میشه به افسردگی. به نظر شما چرا اینطوری میشه؟ به نظر شما چرا در بهترین سنی که انسان باید لذت ببره از زندگیش، از رده سنی 15 تا 29 سالگی در نوجوانی و جوانی باید شاداب زندگی کنه، نشاط داشته باشه، تحرک داشته باشه، فعالیت‌های اجتماعیش رو شروع کنه، مبتلا به افسردگی میشه؟ به نظر شما چرا اینطوری هست و بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چی هست؟ تماس بگیرید، حدود 50 دقیقه فرصت دارید از الان که تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. اگر خدای ناکرده خودتون مبتلا به افسردگی هستید تماس بگیرید و از تجربیاتتون بگید و حالاتی که دارید و مقدماتی که شروع شد به افسردگی و چه راه‌های درمانی رو دارید طی می‌کنید، یا اگر در اطرافیانتون کسی رو دارید که افسرده هست تماس بگیرید و با ما صحبت کنید. خانم سلام می‌کنم به سرکار خانم زهرا از کانادا.
از تورنتو کانادا هستن. خانم زهرا صدای من رو دارید؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون سلام و همچنین بینندگان برنامه دیگه. بزرگوارید، متشکرم. سرکار خانم زهرا، به نظر شما بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چیه؟ بله، اجازه بدید من اول ماه مبارک رمضان رو که خداوند در این ماه قرآن رو برای هدایت انسانها نازل فرمودن رو خدمت شما همکاران محترمتون و بینندگان برنامه سوژه تبریک عرض کنم. متشکرم بزرگوارید، بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و انشاءالله که بتونید بیش از پیش از ثانیه به ثانیه این ماه استفاده و بهره ببرید. افسردگی همطور که شما فرمودین یک بیماری روانی هستش. متخصصین در مورد بیماری هایی که افراد رو از نظر جسمی و روحی در بر میگیره همیشه میان افراد جامعه رو با اون آشنا میکنن و راه های پیشگیری رو براشون اعلام میکنن. بله. در مورد انسان ها هم به همین صورت هستش. خداوند وقتی که انسان رو خلق فرمودن و قرآن رو سلوه زندگی افراد قرار دادند، امید به ظهور رو برای انسانها قرار دادند. بله. مؤمنین، من فکر میکنم در دل مؤمنین امید به ظهور جوانه میزنه و در طول مدت زندگیشون فرد مسلمان یک انقلاب درش برپا میشه. ما افسردگی رو در بین افراد مؤمن خیلی کم میبینیم یا میتونم بگم که اصلا نمیتونیم ببینیم، چون این افراد یک امیدی همیشه در دلشون قرار داره و برای اون امید زحمت میکشن. شما وقتی به حروف الفای عربی نگاه کنید، علامت ساکن وقتی که بر روی حروف قرار میگیره اونها خونده نمیشن و وقتی فرد به اونها میرسه صدا و هیچ حرکتی نداره، حروفایی که روشون علامت ساکن هست. ولی وقتی که بر روی حروف فتح قرار میگیره جریاندار هستن و خوانده میشن. امید به ظهور برای مسلمانان و شیعیان مثل فتح هستش، روان پرصدا و جریاندار و فاتح روح انسان ها هستش. در تمام دنیا شما وقتی که نگاه میکنید مسلمان ها در شور و شوق این هستن که این پیام توحید رو به افراد دنیا برسونن و امید به ظهور امام زمان علیه السلام رو به مردم مژده بدن. تمام این راههایی رو که افراد میرن همه باعث میشه که جلوگیری بشه از افسردگی و همواره افراد بر این باور هستن و این تلاش رو میکنن که قیام امام حسین علیه السلام رو زنده نگه دارن. سرکار خانم زهرا، از وقتی که در اختیار من قرار دادید خواهش میکنم. سرکار خانم، اگر درست متوجه شده باشم، شما تنها راه مقابله با افسردگی رو ایمان به خدا و امید به ظهور امام زمان میدونید، بله؟ برای مسلمان ها و شیعیان به این صورت هستش. من فکر میکنم بیشتر افرادی که با بیماری افسردگی دارن این روزها مقابله میکنن، افرادی هستن که حوادث سختی رو توی زندگیشون باهاش دوچار بودن، آسیب ها و مشکلاتی رو که در دوران کودکی باش برخوردار بودن، و یا افرادی که خسته هستن و به خیلی از سوالهاشون توی زندگی پاسخ داده نشده. یکی از مهمترین سوالهایی که افراد دارن این هستش که از کجا اومدن؟ بله. دلیلشون چی بوده که اومدن به این دنیا؟ وقتی که این سوال ها به وسیله افراد دانشمندی و از راه علمی و از راهی که فرد رو بتونه قانع بکنه نتونه پاسخ داده بشه، این سوال ها همینطور انباشته میشه و برای فرد یک سری جای خالی های رو توی زندگیش ایجاد میکنه. و یا اینکه خب هدفش از زندگی چیه؟ برای چی به این دنیا آمده؟ آیا این زندگی یک نواخت رو باید همینطور هر روز در نظر داشته باشه؟ برای این سوال ها هست که افراد اومدن از خداوند کم کم دور شدن و همین دوری از خداوند برای اونها خلایی رو ایجاد کرده و این خلا اینقدر بزرگ شده که یک بیماری روانی رو برای اونها به وجود آورده و متاسفانه این بیماری اینقدر الان داره در دنیا زیاد میشه که مبتلایان به اون بی هدف هستن، امید ندارن. ناامیدی اونها باعث شده که این اتفاق براشون بیفته.
تشکر میکنم سرکار خانم از تماستون و همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. بله بیننده های محترم، دیدید و شنیدید نظر این بیننده محترمی که از کانادا بودن. شما هم اگر با نظر ایشون موافقید یا اینکه نظری مخالف دارید تماس بگیرید و نظرتون رو بیان کنید. سلام میکنم به سرکار خانم شهناز از یزد. الو. سلام بر شما. الو. ظاهرن این بیننده صدای بنده رو ندارن. الو سرکار خانم صدای بنده رو دارید؟ بله بله. سلام علیکم. سلام بر شما. سرکار خانم به نظر شما راه مقابله با سونامی افسردگی چی هست؟ چه کارهایی باید انجام داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک به ماه مبارک رمضان شما و کل شنوندگان عزیز. متشکرم. برای سونامی، مبارزه با سونامی یا مقابله با سونامی افسردگی. بله سونامی افسردگی. اول کاری که آدم باید بکنه با اینکه خب خدای خودش رو خوب بشناسه و نسبت به خدای خودش صادق باشه، برای اینکه با خدای خودش صادق باشه اول باید خب با خودش صادق باشه. آدم وقتی آدم با خودش صادق باشه و صادقانه عمل کنه هرگز خب استراب سراغش نمیاد. دوم که ذکر خداست، ذکر الله که واقعا خیلی مؤثره و باعث آرامش، آرامش روحی و آرامش جسمی میشه. ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه همینطور باعث پاکیه و آلودگی جسم و روح میشه انشاءالله. و نور حق وارد قلوب میشه. سوم که انفاق کنیم نسبت به هم نوهای خودمون، هموطنهای خودمون، به خصوص فقرا که خداوند خیلی دوست داره انفاق و صدقه دادن خیلی خوبه، باعث آرامش میشه و اولین دستی که سمت ما دراز میشه دست حق هست که این صدقه رو از دست ما میگیره و باعث خوشنودی پروردگار میشه و چیزی و کاری که باعث خوشنودی خداوند میشه باعث رحمت و کرامت و نور به قلوب ما میشه. بله منظور شما ارتباط با خدا هست با به انواع مختلف، صدقه دادن، انفاق کردن و راه‌های ارتباط با خدا و خوشنودی خدا باعث میشه که در روحیه انسان تأثیر مثبت بگذاره. بله بله حتما. و اینکه آدم خوب توکلش به خدا باشه و هرگز نسبت به رزق و روزیش حسرت نخوره، حرص نخوره، اینه که به خدای خودش ایمان داشته باشه که خداوند رزق و روزی رو پیش پیش حواله کرده. و کسانی که هر سر روزی میخورن استغفر الله کافر هستن چون به خدای خودشون ایمان ندارن. وقتی خداوند روزی مور و ملخ و همه جانوران رو خوب در میده، پس ما که بندش هستیم، مخلوقش هستیم و اون خالق ماست، رزق و روزی ما رو نمیده. بله. این فکرهای به گذشته و فکرهای به فردا آینده باعث میشه که امروزمون از دست بدیم و از دست دادن امروز باعث افسردگی میشه. تشکر میکنم سرکار خانم از تماستون و همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار شما. متشکرم. خدا نگهدارتون. عوامل و دلایل مختلفی میتونه در شدت گرفتن یا به وجود اومدن بیماری افسردگی دخیل باشه، مثل اینکه افرادی که بیکار میشن یا بیکار هستن، مشکل ازدواج یا طلاق، مرگ یکی از اعضای خانواده و نزدیکان، پیامدهای ناشی از جنگ، فقر و افسردگی پس از زایمان در زنان و ابتلا به انواع بیماری ها به ویژه بیماری های اعصاب و بیماری های صعب العلاج، ورشکستگی مادی و بروز افسردگی با منشأ ژنتیکی که درصد کمتری داره، بیشترین عواملی که امروزه در جهان اشاره می کنند در تحقیقات که باعث افسردگی میشه یا فقر هست یا مشکلات ازدواج و طلاق و بیکاری و
محققین اشاره میکنن که یکی از بهترین راه ها، همینطور که بیننده ها هم تا اکنون در تماس ها اشاره کردن، ارتباط با معنویات هست، ارتباط با خدا، با هر دین و مذهبی هست که شخص هست، ارتباط با خدا باید داشته باشه و ارتباط با معنویت داشته باشه. در یکی از برنامه های هشتگ سوژه که راجع به بحران میان سالی بود اشاره کردیم که کشورهای غربی اکنون به این پی بردن و بسیاری از افرادی که دچار بحران میان سالی میشن و پس از اون به افسردگی مبتلا میشن، اینها رو با معنویت آشنا میکنن و با روی آوردن به معنویت زندگی اونها رو نجات میدن، که آماری هم در اون برنامه قرائت شد از خودکشی افرادی که دچار بحران میان سالی میشن. عرض کنم که نشانه های افسردگی مواردی هست که من تیتروار عرض میکنم. شخص افسرده، خلق و خوی شخص افسرده کلن مورد اختلال واقع میشه، مختل میشه و در تمام روز تقریبا این حالتی رو داره که خلق و خوی اون شخص با اندوه و غم و غصه و احساس پوچی و افسردگی هست، یا اطرافیانش این خلق و خو رو در اون میبینن و در میان کودکان یا بزرگسالان این خلق و خوی افسردگی میتونه با تندخویی و پرخاشگری همراه باشه. دومین مورد رو نوشتن بی‌علاقگی یا لذت نبردن از فعالیت‌های فیزیکی و لذت نبردن از زندگی هست که برای تمام فعالیت‌ها میتونه صادق باشه این امر. مورد سوم، حس خودکمبینی یا احساس گناه بیش از حد و نامتناسب و احساس بی‌ارزش بودن که به پوچی میگراید و شخص افسرده میگه من چه اثری داره وجود من در زندگی اطرافیانم، در اجتماع، در این دنیا، و خدای ناکرده به خودکشی دست میزنه. مورد چهارم که ایده خودکشی هست به طور مکرر و پیاپی، اگر شخصی ایده خودکشی داشته باشه این ممکنه که یکی از نشانه های افسردگی باشه که یا با نقشه هست یا بدون نقشه. موارد دیگری هست که بعد از تماس بیننده های محترم عرض میکنم. خانم سلام میکنم به سرکار، خانم نازنین از اتریش. سلام علیکم، سلام میکنم به شما، به برنامه خوبتون، به تولای معلم. متشکرم. انشاءالله که به زودی کربلا مشرف بشید و از نزدیک امام حسین علیه السلام رو زیارت کنید. سرکار خانم، سوال برنامه امروز از شما این هست که بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چیست؟ والا من خودم که متاسفانه الان 3 ساله که دارم با همین مشکلات دست پنجه نرم میکنم. چند ساله؟ 3 ساله. 3 سال؟ بله، من 3 ساله که دچار این مشکلات هستم. الان توی این 3 سال من 4-5 بار تا حالا بیمارستان رفتم، ولی خب تنها کاری که میتونیم ببین، من اول سعی میکردم به خودم آسیب بزنم، تنها رایی که اون موقعی که من حالم بد بود به خودکشی فکر میکردم، ولی دیدم که نه، این نیست که آدم حتما باید خودکشی بکنه، راه های دیگه هم هست، راهایی هست که بتونیم خوب شیم، درمان بشیم. برای همین من مراجعه کردم به دکتر، به بیمارستان. بله دیگه الان بله در نظر دکتر هم همین الان هم من تو تخت بیمارستان هم کنم خدمتون حرف میزنم. بله سرکار خانم، چه عاملی باعث شد که شما دچار افسردگی بشید؟ عامل خب بسیاری که داشت به زندگی شخص خودم، این از زندگی شخص خودم این افسردگی نصیبم شد، یعنی بله بله. مشکلاتی که زندگی شخصی می داشتم گفتن چرا سلام بگم نگم در طول این مدت 3 سال فقط هم. بله بفرمایید. تا حدی بله بفرمایید، بفرمایید، من بعدش سوالم رو می پرسم.
هیچی دیگه، همین که افتاد روش از مشکلات هایی که داشتم. اولا که خود ناراحت می شدم، گریه می کردم، بعد دیدم که نه خوب روز بردم خیلی بدتر شد. من سال اول خیلی کارایی کردم که دست به خودکشی بزنم، چون که راهشو بلد نبودم، نمیدونستم باید چی کار بکنم، کجا برم، چجا میتونم درمان بشم. ولی الان که مردم تو کشور اتریش اینجا واقعا خب خیلی کمکم کردن، راهشو نشونم دادن، که واقعا خودم الان دیگه سعی نمیکنم به خودم آسیب برسونم، من سعی میکنم که خودم به زندگی ما ادامه بدم. بله، ارتباطتون با معنویات چگونه هست سرکار خانم؟ والا من فکر میکنم تو زندگیم تنها چیزی که به من نزدیکه، برام خیلی عزیز و مقدسه، همین دینمه. بله. من واقعا دینمو خیلی دوست دارم. من درسته تو کشوری اروپایی ام، ولی من هیچ وقت، من حتی درسته اینجا هستم، ولی ما با حجابی که داشتم، با همون حجابم، نمازم همون نماز، روزم همونه. من الان ایمان واقعا به خاطر که نمیتونم روزه بگیرم، برام حسرت میخوام، ناراحتم، عذاب وجدان دارم. من اصلا، یعنی من اصلا بدون دینم اصلا کامل نیستم، من واقعا عاشق دینم. بله بله. روزه نگرفتنتون به همین بیماری افسردگی مربوط میشه؟ نه، من 3-4 سال که این مشکل معده هم دارم، همین افسردگی باعث شد که طور شده بود که من اصلا هیچی نمیتونستم بخورم، یه گوشه افتاده بودم، من هفته ها حتی یه لقمه نون نتونستم بخورم، خیلی اوضاعی بری داشتم، همیشه گریه میکردم، توی اتاق بودم، اینه اینقدر به فشار اومد. من الان 35 سالمه، ولی من وزنم 45 کیلوه، تا این حد من ضعیف شدم که حتی دکترم میگه که اینقدر ضعیف شده که اصلا خطرناک اینجور ضعیف شدم. احتمالاً من یه سردرد دارم، معده درد دارم، برای همه به من همه میگن نباید روزه بگیرین، حتی پارسال پارسال همه به من میگفت نباید روزه بگیرین. بله. ولی من سعی کردم روزه خودم رو بگیرم. خب نه، وقتی دکتر متخصص تجویز میکنه روزه گرفتن بر شما حرام میشه دیگه، باید به فکر سلامتی خودتون باشید. و سرکار خانم، آخرین سوال من از خدمتون این هست که به نظر خودتون معنویت و ارتباط با خدا چقدر مؤثر بوده که شما در طول این مدت 3 سال دست به خودکشی نزدید؟ فعلا من میگم اولین چیزی که این ایمان به خداست. خب من ایمان به خدا خیلی زیاد دارم. من خودم بیمه امام زمانم، درسته که من دورم، ولی من همیشه خب بیمهش هستم، یعنی همیشه یعنی کار من اون لحظه که من واقعا به آزین آخر می زدم، اون لحظه که من واقعا کلن از این دنیا می بردم، فقط 2 رکعت نماز که می خوندم یا قرآن باز می کردم، تنها اینا بود به من آرامش می داد. همین الانش هم همینطوره. یعنی تنها چیزی که می کنه به آدم آرامش بده ارتباط با خداست. الحمدلله. اگر بخواید به بیننده های محترمی که الان صدای شما رو میشنون و احتمالاً مبتلا به افسردگی هستن یا در اطرافیانشون بیمار افسرده دارن، توصیه‌ای بکنید، پیشنهادی بکنید، چه مطلبی رو بهشون تذکر میدید؟ ولی من تنها چیزی که میتونم بگم، اون چیزی که خودم تجربه کردم، دکتری اصلی هر انسان به نظر من خداست، ارتباط با خداست. اگه همیشه قلب آدم به اون بالا وصل باشه، هیچ وقت هیچ چیز به عالم آسیب نمیتونه برسانه. شاید خیلی به جاهای باری کشیده شه، ولی هیچ وقت پاره نمیشه. یعنی من توصیه میکنم اون لحظه که واقعا خیلی بهتون فشار میاد، خیلی خیلی دیگه از همه چیز میبرید، یعنی هیچ چیزی که براتون معنی نداره، ولی هیچ چیز رو بدونید که خدای وجود داره، درمان کننده همه چیز خداست. ارتباط که با خدا داشته باشی همه چیزو داری، همین دنیا رو داری، همون دنیا رو داری. انشاءالله. تجربه من اینطوریه. من تشکر میکنم از تماستون سرکار خانم نازنین و انشاءالله که به زودی شفای کامل و عاجل پیدا کنید و به زودی شما رو در کربلای معلا ببینیم و از نزدیک حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کنید. منم
از شما خیلی ممنونم و شما سپاسگزاری میکنم که من فرصت دارید، من تونستم حرف بزنم، تونستم با شما تماس برقرار بکنم. خیلی التماس دارم از نزدیک سلام منو به آقای محسن برسونید. خواهش میکنم، انشاءالله انجام وظیفه میکنیم و خودم شخصا به نیابتتون زیارت میکنم امشب انشاءالله. انشاءالله که به زودی و خیلی زیاد مشرف بشید کربلا. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون از شما. خدا نگهدار شما. بله بیننده های محترم، از نشانه های افسردگی صحبت می کردیم، 4 مورد رو عرض کردم. مورد پنجم، محققین میگن که شخص افسرده دچار مشکلات و اختلالات در خواب میشه که ممکنه به شکل بیخوابی یا پرخوابی در افراد بروز کنه. مطلب ششم، نشانه ششم این هست که آشفتگی یا کند شدن روانی حرکتی هست که این نشانه توسط خود فرد افسرده معمولاً به پزشک ها اعلام میشه. در افسردگی هر فقط بر سر یک احساس بیقراری یا کند شدگی ساده نیست، بلکه این آشفتگی یا کند شدن قابل ملاحظه و مشهود هست. نشانه هفتم، مشکل و اختلال در غذا خوردن و اشتها هست که این هم مثل مسئله خواب ممکنه در بعضی افراد به کاملا بی اشتهایی یا بر برخی افراد به پرخوری منجر بشه. و هشتمین نشانه، مشکلات تمرکز هست که این مورد اغلب با مشکل در اندیشیدن و حتی تردیدهای تکراری ظاهر میشه. پدیده قابل مشاهده و روزانه هست و تنها احساس عدم موفقیت در متمرکز شدن نیست. مورد نهم، احساس روزانه خستگی یا فقدان انرژی. شخص افسرده دائما احساس خستگی میکنه. دهم، بی علاقه بودن به استحمام. شخص افسرده ممکنه هفته یک بار هم یک دوش نگیره و هیچ میل و رغبتی به استحمام نداشته باشه. بله، این 10 مورد از نشانه ها و علائمی بود که محققین در مورد افسردگی و شخص افسرده بیان میکنن. بیننده های محترم، اما الان وقت این رسیده که با هم بریم آیتم سوژه گراف رو ببینیم. افسردگی یکی از اختلالات روانیه که گاهی با پرخاشگری و گاهی با ناامیدی همراهه و تأثیر مستقیمی روی فعالیت‌های فردی و اجتماعی شخص بیمار میذاره و خودش و اطرافیانش رو دچار مشکل میکنه. افسردگی یکی از شایع‌ترین بیماری هاست و متاسفانه 10% مردم جهان به اون مبتلا هستن. بهداشت جهانی اعلام کرده که آمار مبتلایان به این بیماری از 416 میلیون نفر در سال 1990 به 615 میلیون نفر در سال 2013 رسیده و دست کم از هر 5 نفر یک نفر با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. و متاسفانه این بیماری دومین علت خودکشی در رده سنی 15 تا 29 ساله. عوامل مختلفی در بالا رفتن علائم افسردگی دخیل هستند. عواملی مثل ورشکستگی، بیکاری، ازدواج و طلاق، مرگ نزدیکان، جنگ، فقر، عوامل ژنتیکی و افسردگی پس از زایمان. به خاطر گستردگی و آمار رو به افزایش شیوع این بیماری، بهداشت جهانی در سال 2017 با تشکیل کمپینی در صدد کمک به افرادی بر اومده که با این بیماری مواجهند. بیماری که با انواع و اقسام قرص و دارو و درمان‌های مختلف، اونم توی دوران پیشرفت علوم، نه تنها درمان و مهار نمیشه که روز به روز با آمار مبتلایان بهش افزایش پیدا میکنه، چیزی که باعث میشه برای درمان این بیماری به سراغ راه‌های دیگه‌ای بریم. پژوهش‌های مختلفی نشون میده بین میزان افسردگی و دوری از معنویت ارتباط مستقیمی وجود داره، یعنی در جوامعی که معنویت حکمفرماست آمار افسردگی پایینه و در جوامعی که معنویت کمرنگه افسردگی بیشتر جای خودش رو باز کرده. این معنی رو میتونیم در آموزه‌های صحیح دین اسلام و در قالب دستورالعمل‌هایی برای جلوگیری از بروز مشکلات روانی از جمله افسردگی ببینیم.
در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام فراوون از ایمان، یاد خدا، توکل، تقوا و پرهیزکاری، توبه، انس با قرآن، امید به رحمت الهی، صبر و دعا، عبادت و عفت و پاکدامنی به عنوان راه‌های کاهش استرس و افسردگی و رسیدن به آرامش یاد شده. خصوصیاتی که در ماه رمضان عظیم بین روزدارها بیشتر نمود پیدا می‌کنند. ماهی که در اون با افزایش روحیه مهر و محبت و سازش و کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز و پرخاش گرانه، استرس و اضطراب و افسردگی به پایین ترین حد خودش در جوامع اسلامی میرسه. قرآن هم برای پیشگیری از افسردگی، مخصوصا جایی که انسان با مشکل یا مصیبتی مواجه میشه، با بیان و القای دستورالعملی زیبا انسان رو به تسلیم بودن در برابر خواست خدا و عدم بیتابی دعوت میکنه و اینطوری از افتادن در گرداب افسردگی جلوگیری میکنه. اگر هم کسی به افسردگی مبتلا بشه، باز همین قرآن کریم و کلام خدای متعاله که به کمکش میاد و با بیان اینکه یاد خدا مایه آرامش دلهاست، شخص رو به دور شدن از اضطراب و افسردگی دعوت میکنه. خب باید هم اینطور باشه، چون کسی که معتقد به نیروی فراتر از ماده باشه، هیچ وقت از دست دادن امور مادی اونو افسرده و غمگین نمی‌کنه. از طرف دیگه کسایی که با مشکل افسردگی مواجه هستن، بعد از رشد دادن معنویت در زندگیشون، نباید از کارهایی که باعث شادی و نشاطشون در زندگی میشه غفلت کنن. کارهایی مثل ورزش و گردش و تفریح که در آموزه‌های اسلامی فراوون بهشون تاکید شده. سلام مجدد عرض میکنم خدمت یکایک بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه. شاهد 71مین قسمت از برنامه هشتگ سوژه هستید به طور زنده و مستقیم از بین الحرمین در جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام. انشاءالله که به زودی و خیلی زیاد قسمت و روزیتون بشه، مشرف بشید کربلا، مخصوصاً اگر بینندهی خدایی نکرده دچار افسردگی هست یا در اطرافیانتون شخصی رو دارید، حتما زیارت کربلا رو در برنامه‌تون بگذارید و اثراتش رو خیلی سریع لمس کنید و در زندگی ببینید. زیارت حرم‌های مطهر اهل بیت علیهم السلام و امامزاده ها بسیار بسیار در درمان این بیماری و اختلال روحی روانی بسیار بسیار مؤثره. سلام می‌کنم به سرکار خانم هاجر از برازجان. سلام علیکم. سلام بر شما، وقتتون بخیر. طاعات و عباداتتون قبول باشه. سرکار خانم، سلام علیکم. بله سلام بدید. بله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. زیارتتون قبول باشه. انشاءالله که به زودی از نزدیک و کربلا در حرم امام حسین حاضر بشید و از نزدیک زیارت کنید. سرکار خانم، به نظر شما بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چیه؟ ما باید دلیل افسردگیمونه بدونیم. بله. ببینیم به چه دلیل گرفتار شدیم. اگه مثلا به خاطر مشکلات زندگی باید با اون مشکلاتمون شناساییش ببینیم دلیلش چیه. اگه مثلا از طرف بچه ناراحتیم، با شوهر ناراحتیم، باهاشون حرف بزنیم. اگه میتونیم مشکلاتمون حل بکنن. چون اگه همش ما درون خودمون بریزیم، با خودمون همینطور در بیفتیم، واقعا خودمون گرفتار میکنیم. ولی وقتی که با اون شخص متقابل صحبت بکنیم، من هم خواهر و برادر یا شوهر، من از شما ناراحتم با این رفتارتون، این رفتارت انجام ندین. بله. چون اگه اونا میتونن کمک ما بکنن، خب ما دیگه دچار افسردگی نمیشیم. ولی اگه مثلا بخوام همش درون خودمون بریزیم، واقعا با خودمون همینطور درگیر بشیم، واقعا دارش میشیم. اگه نمیتونیم باشون هم در میون بذاریم، براشون نامه بنویسیم. بله. بعد اگه میتونیم خانم برشون بریم، دچار مشکل نمیشیم، خب مشکلمون حل میشه. اگه باید ما نمیتونیم ما برشون بریم، اون ما را ببریم یه جای آتیشش بزنیم، چون حداقل که خودمون تخلیه شدیم از روانی. بعد هرگاه ناراحت میشیم، دچار گرفتاری میشیم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، انا لله و انا الیه راجعون،
به طریق قرآن بریم، وضو بریم، نماز بخونیم. اگر در توان مالیمونه به زیارت ائمه اطهار بریم که در دستمون برسه. واقعا من خودم این تجربه کردم. بله. واقعا وقتی که من در خونه ای آقا رفتم، بیوی حضرت زینب رفتم، واقعا خیلی بهتر شدم. ام بعد چون خداوند بعد اگه ما میخواییم برای کسی کاری بکنیم به این چند نباشه که فردا او باید در مقابلش از ما تطمان تشکر بکنه، گری از ما نخواد بسن بگه فلانی این کار باید نبکرد یا فلان. اگه ما کاری قدم برای کسی برمیداریم بخاطر رضای خدا باشه، نه بخاطر این که فردا از ما تشکر کنه. چون واقعا میدیدی که خیلی کار ما انجام به کسی میدیم بخاطر نیت پاک، بخاطر رضای خدا، ولی خب متاسفانه بعضیا سزای نیکی بدکرد را میکنن، بعدم خیلی بد میکنن. چون اگه آدم بخواد بخاطر رضای خدا انجام بده دچار این ناراحتی نمیشه. بله. اگه هر کار دیگه که من خودم بلند تجربه کردم، چون موقع دکتر میرفتم و دارو مصرف میکردم، دکتر گفت که خانم تنها راهش که باید هر کی بهت ناراحتته برید رو دروش بهش بگی یا به وسیله نامه خود تخلیه کنی، چون اگه این کار انجام بدی خود دچار میشی. بعد بری ورزش بکنی. من خودم الان که به قولن تجربه کسب کردم واقعا راضی هستم، الحمدلله ورزش میکنم. خدا رو شکر که از این مشکل نجات پیدا کردید. انشاءالله که همه بیماران روحی و روانی و کسانی که مبتلا به افسردگی هستند با عمل به این آموزه ها انشاءالله هر چه سریعتر شفای عاجل پیدا کنند. تشکر میکنم از تماستون و همراهیتون با برنامه. خدا نگهدار شما. خواهش میکنم زنده باشید، بابون کنید انشاءالله که ما شرمنده نشید بلو خداوند. انشاءالله انشاءالله دعاگو و نایب و زیارتون هستیم. خدا نگهدارتون. بله بیننده های محترم، دیدید و شنیدید در تماس ها این نیست که حالا شبکه امام حسین چون شبکه مذهبی هست و ما میگیم که تنها راه یا بهترین راه روی آوردن به معنویاته، بگید که آقا این شبکه مذهبی حالا داره شعار میده. نه آقا، شعار دادن نیست. بیننده ای که از اتریش تماس گرفتن و خودشون روی تخت بیمارستان بودن و تماس گرفتن و 3 ساله که با افسردگی دست و پنجه نرم میکنن هم اشاره به این مطلب کردن که تنها چیزی که مانع خودکشی ایشون شده بود ارتباط با خدا و اهل بیت بود. و بیننده های دیگری هم در تماس هاشون دیدید و شنیدید که اشاره کردن ارتباط با خدا و حفظ معنویت در زندگی بسیار بسیار مؤثره. این شعار نیست، این یک حقیقتیه که بیننده ها هم دارن تصریح میکنن. سلام میکنم به آقای حمید از مشهد مقدس. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. قبول بشه نماز روزهاتون. نماز روزهای شما هم قبول باشه. ما در کربلا نایب و زیارتون هستیم. آقای حمید، به نظر شما بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چی میتونه باشه؟ عرضم خدمتتون که یکی از مباحثی که انسانها دچار افسردگی میشوند دلیلش عدم وجود یک هدفی در زندگی ما انسان هاست. بله. ما چون که هدف مشخصی در زندگی نداریم و غالبا دنبال مباحث مادی هستیم، بنابراین بعد از اینکه ارضا شدیم در مباحث مادی دچار افسردگی می شدیم. احسنتم. ولی اگر که هدف خودمون رو از این مرحله به قول معروف آدمیت و این مرحله‌ای که هستیم یه خود بالاتر رو بریم، هدف الهی کنیم، ارتباط با اهل بیت و در راستای یاری اهل بیت هدفمون رو قرار بدهیم، این تلاش و این کوشش ما رو از این حالت افسردگی بیرون میکنه. احسنت. مثلا کسانی که جز منتظرین امام هست نیستن، چون انسان‌های خونسایی هستن و تحرکی در زندگیشون ندارن، اینها خب طبیعتاً باید دچار افسردگی باشن. ولی کسانی که انتظار دارن، منتظر منجی هستن، اعتقاد به منجی و موعود دارن، چون امید به آینده دارن، امید به صلح و آرامش در سراسر گیتی دارن و برای رسیدن به این نقطه و به این مرحله تلاش میکنن، در ضمن اینها دچار افسردگی خاطر هرگز نخواهند شد. احسنتم. هدفمند بودن در زندگی و امید داشتن که
مصداقش رو میفرمایید امید به ظهور منجی و فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تشکر میکنم از تماستون، خدا نگهدار شما. من تماس دعا دارم، نایب زیارتون هستیم، خدا نگهدار شما. سلام میکنم به آقای عادلی از آلمان. سلام بر شما جناب آقای عادلی. طاعت شما هم قبول باشه. آقای عادلی، شما به نظرتون بهترین راه مقابله با سونامی افسردگی چی میتونه باشه؟ ولی من با نظر بیننده قبلیتونم موافقم، باید آدم تو زندگیش با آقای حمید شما موافقید؟ بله. وقتی که آدم تو زندگیشون هدف داشته باشه میره دنبال هدفش و دیگه کلن از مشکلات رو خب همه دارم، مثلا آدم رو نیمه پر لیوان رو ببینه، مثلا مشکلات به خدای کتب دارم و کلن تو زندگی با هدف داشته باشیم بریم دنبال هدفمون، بریم داخل اجتماع بشیم، یه جب یه گوشی نشیم کمش بگیم حالا ما مشکل داریم، مشکلات رو باید بسپاریم به خدا. بیشتر من نظرم بیشتر در مورد هدف داشتن تو زندگی باید بدونیم بخواییم. حالا درسته که ما افسردگی داریم، نه خودکشی نه تنها راهشون نیست، باید بریم دنبال هدفمون تو این دنیا، ما باید یک کاری بشیم هدف. بله، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و اینکه انسان به پوچی نرسه و به نظر شما اینکه هدفمند باشه زندگیش و امید داشته باشه. بله، تشکر میکنم جناب آقای عادلی از تماستون و همراهیتون با برنامه. نایب و زیاره شما هستیم در کربلا، خدا نگهدار شما. خدا نگهدارتون. بله، بیننده های محترم، رابطه بین اضطراب و افسردگی که دو جنبه مهم از سلامت روانی هستند، میتواند در حیطه طراحی برای ارتقای سلامت روان در جامعه بسیار مهم باشد. قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام دستورالعمل‌های مادی و معنوی زیادی برای جلوگیری از بروز مشکلات روانی در فرد ارائه کردند. در آموزه‌های قرآنی و تعالیم سازنده اهل بیت علیهم السلام روش‌های متعددی برای برون رفت از افسردگی و کاهش استرس‌های روزمره که دامنگیر انسان شده پیشنهاد شده است. در این آموزه‌های نورانی از ایمان، یاد خدا، توکل، تقوا، پرهیزکاری، توبه، انس با قرآن، امیدوار بودن به رحمت الهی، صبر، دعا، عبادت و عفت و پاکدامنی به عنوان راه‌های کاهش استرس و رسیدن به آرامش یاد شده. در آموزه‌های اسلامی با نگاهی جامع به انسان و نیازهای او و ظرفیت وجودیش، دستورالعمل‌هایی برای سالم ماندن از حمله‌های عصبی، افسردگی و هر بیماری دیگری صادر شده است. قرآن کریم با علم به اینکه انسان موجودی است که از دو عنصر روح و جسم تشکیل شده، پیش بینی بروز این مشکلات را کرده و به بیان راه حل‌های اساسی در قرآن کریم اقدام کرده. با توجه به عوامل ذکر شده برای جلوگیری از ایجاد افسردگی، قرآن کریم می‌فرماید مؤمنان کسانی هستند که هرگاه مصیبتی به آنان برسد متوجه خدا شده و می‌گویند انا لله و انا الیه راجعون. در حقیقت ما از خدا ایم و در واقع ما فقط به سوی او باز می‌گردیم. قرآن کریم با بیان و القاء این دستورالعمل انسان مصیبت زده را از افتادن به ورطه اضطراب و افسردگی نجات می‌دهد و در صورت بروز اضطراب یا استرس با بیان الا به ذکر الله تطمئن القلوب، او را به آرامش و دور شدن از اضطراب دعوت می‌کند. بله، پیام هایی که شما بیننده های محترم ارسال کردید برای این قسمت از برنامه هشتگ سوژه، واقعا تشکر می کنم که بیننده های محترم همیشه همه جا در همه فضاهایی که ما هستیم، برنامه هشتگ سوژه همطور که می دونید در همه جا ما هستیم و از طریق همه فضاهای مجازی و اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، سامانه پیام کوتاه، همه جا شما حمایت می کنید و پیام ارسال میکنید. الان پیام هایی رو بخونم از اینستاگرام امام حسین تیوی وان.
بله، بیننده با شناسه خدا نوشتن که سیل صلوات راه بندازی و خودت رو به خدا نزدیکتر کنی و مشغول به کارهایی بشی که قبل نبودی، مثل کنار خانواده نشستن و لذت بردن یا درس خواندن یا شاغل شدن. تشکر میکنم از شما که نظرتون رو بیان کردید. بیننده دیگری با شناسه امیر نوشتن به نظر من وقتی یه نفر افسرده میشه خودش رو به خدا نزدیکتر کنه و دعا و قرآن و ذکر زیاد بگن، نماز بخونن تا آرامش پیدا کنن و استرسشون کم بشه و کم کم افسردگی هم برطرف بشه. من خودم تجربه کردم و جواب داده و همچنین شرکت در مجالس امام حسین و عزاداری برای امام حسین علیه السلام آدم و سبوک میکنه و احساس نشاط به آدم دست میده. خلاصه این که با خدا و اهل بیت بودن عاقبت به خیری به همراه میاره انشاءالله. بله، بیننده هایی که در اینستاگرام برنامه سوژه پیام گذاشتن، بله، بیننده ای با شناسه لیلی نوشتن الان که افسردگی همه گیر شده و کمتر فردی تو سطح جامعه دیده میشه که افسردگی نداشته باشه، خیلی راه و روش برای درمان هست، اما به نظر من تا زمانی که افراد سالم دست به دست هم ندن و افسرده ها رو از لحاظ روحی و روانی کمک نکنن، روانشناس ها و انواع قرص ها بیفایده است. بله، بیننده هایی که در اینستاگرام شخصی بنده کامنت گذاشتن، آقای حامد نوشتن ارتباط با اهل بیت، شرکت کردن در مجالس مولودی و روزه اهل بیت، چون در این مجالس آدم به باطن خودش میرسه و وجود گمشده خودش رو پیدا میکنه و به آرامش میرسه. خانم فاطمه نوشتن ارتباط با خدا و اهل بیت علیهم السلام. و همچنین خانم زهرا، بله، خانم دکتر هستن، ایشون روان پزشک هستن، در اینستاگرام شخصی بنده نوشتن توکل به خدا در پیشگیری از افسردگی مهمه، اما در درمان باید گفت بینش فرد افسرده اساساً به گونه ای نیست که بتونه توکل کنه، چون اصلاً انگیزه نداره و دید منفی به دنیا و آینده و محیط پیرامونش داره، پس حتماً باید مراجعه به روان پزشک داشته باشه. تشکر میکنم از بیننده های محترم. بله، همچنین خانم سمیه نوشتن رفتن به زیارات و حرمهای امامان، شرکت در مجالس اهل بیت و معاشرت با انسانهای با تقوای شاد. بله، تشکر میکنم از بیننده های محترمی که در تمامی فضاهای مجازی که همه جا ما هستیم ما رو حمایت میکنن و پیام میگذارن، کامنت ارسال میکنن، از اسمس گرفته تا واتساپ و تلگرام و خلاصه بیننده هایی که در آپارات صفحه رسمی آپارات شبکه جهانی امام حسین علیه السلام برنامه هشتگ سوژه رو سرچ میکنن. بله، در صفحه هشتگ سوژه میتونید سرچ کنید در آپارات هشتگ سوژه رو و تمام قسمت های برنامه رو در آپارات ببینید. در یوتیوب هستیم ما، در فیسبوک هستیم. بیننده های زیادی تشکر میکنن که در لایو یوتیوب و فیسبوک ما رو دنبال میکنن، متشکرم. گزیده های برنامه، مقاطع گزیده برنامه برای شما از طریق واتساپ ارسال میشه. اگر شماره واتساپ رو ندارید یا براتون ارسال نمیشه، حتما به شماره برنامه پیام بدید تا گزیده برنامه براتون ارسال بشه. فایل های کوتاه 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای هست که میتونید استفاده کنید. تکرار برنامه رو کسانی که در این تایم نمیتونن برنامه رو مشاهده کنن، ساعت 10 به وقت ایران هست، به وقت تهران 10 صبح تهران میتونید تکرار برنامه بازپخش رو مشاهده کنید. خلاصه تشکر میکنم از تمامی شما بیننده های محترم و عذرخواهی میکنم از بیننده هایی که پشت خط بودن و به دلیل ضیق وقت، کم بودن وقت برنامه، نتونستیم از تماسشون بیشتر استفاده کنیم. تشکر میکنم از همه شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.